گفتگوی ویژه خالد امیری با اندپندنت فارسی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. مختار وفای روی برگه تویتر رسمی خود می نویسد: گفتگوی ویژه اندپندنت فارسی با خالد امیری، فرمانده نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر. در عین حال اندپندنت فارسی نوشته است: خالد امیری، فرمانده جبهه مقاومت در پنجشیر: تاریخ نباید درباره نظامیان ناعادلانه قضاوت کند. کمانداها چگونه پس از سقوط کابل در افغانستان هسته های مقاومت ایجاد کردند؟ گزارش از انیس شهید. خالد امیری در حکومت پیشین فرمانده گردان های ویژه مشترک بود و اکنون فرمانده بخشی از نیروهای ضد طالبان در پنجشیر است. در 15 اگست هنگامی که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به همراه شماری از نزدیکانش فرار کرد و افغانستان به دست طالبان افتاد، شماری از نیروهای ویژه ارتش همچنان میکوشیدند از کابل دفاع کنند. خالد امیری، فرمانده نیروهای مشترک، اکنون فرماندهی بخشی از مقاومتگران در کوهپایه های اندوکش در ولایت پنجشیر را بر عهده دارد. در گفتگو با اندپندنت فارسی در مورد رویدادهای روزهای 15 و 16 اگست سخن گفت. او از ایستادگی نظامیان در برابر طالبان و دفاع آنان از کابل روایت می کند. فرمانده خالد امیری تعریف می کند که گروه های اطلاعاتی وزارت دفاع ملی و امور داخلی شب شنبه 14 اگست 2021 گزارش کردند که طالبان به حوالی گردان 111 امنیتی مستقر دروازه شرقی کابل در منطقه پل چرخی در نزدیکی پایگاه نظامی نیروهای مشترک رسیده و شماری از افراد طالبان نیز به شهرستان خاکجبار در حومه کابل وارد شدند. با آنکه تمامی مسئولان امنیتی در این گروه ها اطلاعات حضور داشتند، هیچ تصمیم یا دستور رسمی خطاب به نظامیان صادر نشد و همه سکوت اختیار کردند. حمیدی میگوید که سکوت پی در پی بیش از 20 ولایت به دست طالبان و سکوت مسئولان امنیتی و دفاعی روحیه سربازان را تبعیض کرده بود و همه به این نتیجه رسیده بودند که کابل هم سقوط خواهد کرد. تمام حدود 500 نظامی که در پایگاه نیروهای مشترک با من بودند آماده شدند که اگر کابل به دست طالبان سقوط کرد برای مقاومت به پنجشیر بروند. در همین حال خبر رسید که مقر فرقه 111 در نزدیکی ما بود، تخلیه شده و همه رفتند. همزمان قفل زندان پل چرخی هم شکسته شد و زندانیان آزاد شدند. اینجا بود که سقوط کابل متحمل تر شد و باید برای رفتن به پنجشیر آماده می شدیم. خالد امیری میگوید یک روز پیش از سقوط در مورد اوضاع افغانستان و آمادگی برای مقاومت در صورت سقوط کابل به دست طالبان با احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی، یک ساعت گفتگو کرد. در این صحبت تصمیم بر آن شد که اگر کابل بر اساس یک تصمیم سیاسی سقوط کرد، او در کابل بماند و اگر شهر به دست طالبان سقوط کرد، احمد مسعود به پنجشیر برود و مقاومت ضد طالبان را رهبری کند. این فرمانده پیشین نیروهای ویژه مشترک که آموزش های نظامی را در داخل و خارج افغانستان گذرانده و بیش از 10 در گوشه گوشه افغانستان علیه گروه های مخالف جنگیده است، میگوید: با تمام همسنگرانم گفتم وضعیت در حال پیچیده تر شدن است. رهبران دولت و نهادهای امنیتی و دفاعی قصد ندارند از کابل دفاع کنند. تصمیم من این است که اگر نتوانستم از کابل دفاع کنیم به پنجشیر بروم. از جمع شما اگر کسی داوطلب آمد با پنجشیر است با من بیاید. ما یک گروه مقاومت ضد طالبان ایجاد میکنیم. البته دشواری های بسیاری وجود خواهد داشت. از میان 500 نظامی که 15 اگست در پایگاه نیروهای مشترک حضور داشتند، نزدیک به 300 نفر برای پیوستن به مقاومت اعلان آمادگی کردند. این فرمانده میافزاید: با بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی تماس گرفتم، اما او گفت طالبان وارد کابل نمی شوند، امریکایی ها اجازه نمی دهند. الان در مرکز یک نشست مشترک با خارجیان در حال برگزاری است. لوی دریستیز، معاون امنیتی وزیر کشور، و چند مسئول دیگر در این نشست صحبت می کنند. نتیجه نشست که اعلام شد بعد از روشن شدن تکلیف آن
یک تصمیم میگیریم. تا ساعت 12 به تو خبر میدهم. منتظر من باش. امیری روایت میکند که محمدی بعد از ساعت 12 ظهر زنگ زد و گفت است که آمرایی ها قول دادن به طالبان اجازه نمیدهند وارد کابل شوند و هر تحریک با حملات هوایی پاسخ داده خواهد شد. دو ساعت بعد با آقای محمدی تماس گرفتم، به من گفت که به وزارت دفاع بروم. در همین حال سمیر سادات یک روز پیش مسئول امنیت کابل شده بود، تماس گرفت و گفت که به جیساگ یا مرکز هماهنگی نیروهای مشترک افغان و خارجی در محوطه فرودگاه کابل بروند. کاروان خودروهای نظامی گردان نیروهای ویژه مشترک که حدود 300 نظامی مجهز با جنگ افزار سوارشان بودند از منطقه ادخیل کابل برای افتادند. ترافیک شدید باعث شد شبانگام به مرکز هماهنگی نیروهای مشترک افغان و خارجی در فرودگاه کابل برسند. چند نظامی نزدیک دروازه ایستاده بودند اما مسئولیتی نداشتند و نمیدانستند چی باید بکنند. این کاروان 300 نفری در نزدیک لوای 777 نیروهای ویژه هوایی افغانستان توقف کردند. فرمانده خالد امیری میگوید در مرکز هماهنگی نیروهای افغان و خارجی هیچ مسئولی را نیافتیم. نزدیک بخش ورودی نیروهای هوایی عبیب خان حصاری رئیس ارکان استراتژیک که از مقامهای بلندپایه وزارت دفاع بود در داخل ماشین نشسته بود و دنبال خود کار میگذشت. سلام کردم و پرسیدم ما چه کنیم؟ تصمیم فرمانده چیست؟ هیچ توجهی نکرد و پاسخی نداد. همان لحظه متوجه شدم که یاسین ضیا رئیس پیشین ستاد ارتش با شمار زیادی از خلبانان از دروازه ساختمان لوای نیروهای هوایی بیرون می آیند. آنها گفتند که به ترمز می روند. خالد امیری از آنها دو تا سه هواپیما می خواهد تا آنان را به پنجشیر برسانند. با گفته شد که ژنرال فهیم رومین فرمانده لوای 777 قرار است آنها را به پنجشیر برساند. او به دفتر فهیم رومین فرمانده نیروهای هوایی ارتش رفت. آنجا رامین بسم الله محمدی وزیر دفاع و تاج محمد جاید وزیر کشور پیشین با شمار دیگری از مسئولان حضور داشتند. بسم الله خان گفت ما کابل را به این زودی ترک نخواهیم کرد. حالا اینجا در داخل فرودگاهیم و وضعیت را زیر نظر داریم. ببینیم چی می شود. امیری می گوید که در آنجا شماری از مقام ها به بسم الله محمدی فشار می آوردند که مگی از افغانستان بروند. اما محمدی خشمگین شد و گفت نمی روم. فرار کنم که 40 سال زحمتم باد هوا شود. در همین حال دکتر مبین خیرخواه از مسئولان وزارت کشور گفت که طالبان اطلاعی صادر کردند که چون نیروهای امنیتی در شهر نیستند طالبان به شهر وارد می شوند. صدای شلیک های گلوله از هر سو به گوش می رسید. در همین یکی از افسران نیروهای هوایی داخل دفتر شد و گفت که طالبان به فرودگاه کابل وارد شدند. با شنیدن این خبر تمام حاضران در دفتر فرمانده نیروهای هوایی ارتش آنجا را ترک کردند. فرمانده خالد امیری میگوید به سرعت به سمت همکارانم در جیساک رفتم اما متوجه شدم که آمریکایی ها در بخش غربی فرودگاه مستقر و هیچ طالبی آنجا نیست. گروهی از مسئولان امنیتی و دفاعی در فرودگاه نظامی بودند و خودروهای زرهی آنان همجا رها شده بود. یک هواپیمای C-130 هم در نزدیک فرودگاه غیر نظامی بود. گفتن آنقدر مسافر داشته که نتوانست از پرواز کند. هلیکوپترها هم در فرودگاه نظامی بودند اما هیچ خلبانی آنجا نبود تا ما را به پنجشیر ببرد. بالاخره یک خلبان را که بیرون فرودگاه مانده بود با داخل آوردیم. این خلبان یک هلیکوپتر را روشن کرد. ما حماد را در آن گذاشتیم تا چند نفر سوار شده بودند که به سرعت پرواز کرد و به پنجشیر رفت. فرمانده خالد میگوید که در همین گیروار چند تن از فرماندهان نیروهای ویژه کماندو نیروهای ضربتی و نیروهای ارتش که در پایگاه دارالامان بودند تماس گرفتند و گفتند که هیچ کدام از رؤسای نهادهای امنیتی آنجا نیستند و آنها بلا تکلیف ماندند که چه کنند. قرار شد آنها هم به او بپیوندند و در هماهنگی با یکدیگر کاروان ترتیب دهند و برای دفاع از کابل تصمیم بگیرند. نیمه های شب 15 اگست بود که این کار آزموده ترین نظامیان افغانستان در مرکز هماهنگی نیروهای افغان و خارجی جایی که تمامی عملیات ها و تصمیم های نظامی برای دفاع آنجا گرفته می شد نشسته بودند و در نبود مدیران نهادهای افغان و خارجی ها برای دفاع از نظام نقشه می کشیدند. نقشه خالد امیری این بود که آنان به عنوان آخرین نیروهای امنیتی افغانستان از راه دبیرستان امنی و شورای عالی مصالحه ملی
به ارگ ریاست جمهوری وارد شوند و تا زمانی که یک توافق سیاسی حاصل نشود همانجا بمانند و از ارگ محافظت کنند. اما نیمی از این نظامیان با این تصمیم موافق نبودند و با پیشنهاد دوم امیری که رفتند به پنجشیر و مقاومت علیه طالبان بود موافقت کردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.